به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از همه چیز بی خبران، منظورم شرافت و جوانمردی و ایناست، چون آخوندن یا بچه آخوندن یا نوکر آخوندن، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی و اعوان و انصار فکل کرواتیشون دور تا دور دنیا در قالب همه جور جانوری هستند، از رئیس کرسی تا استاد دانشگاه تا لابیگر تا دکترای انواع و اقسام با کمک پول یا مفته، پول دور ریختنیه، پول میدن به دانشگاه ها، کمک میکنن، دانشگاه ها به اینا کمک میکنند. حالا بیا بره به دانشگاه بگو این پول دزدیده، میگه به من چه؟ بگو اینا همشون دزدن، میگه به من چه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه این حکومت دینی دزد از راه شرعی دزدی میکنه، دزدی میکنه که قرآن مجازش کرده. الله بالایی یا با پایینی اشتباه نشه، اجازه داده اینا دزدی کنن. اللهی که توی طبقه هفتم هشتم یا هم توی جهان نشسته، یک مسئله‌ای هست آدم نمیتونه ازش بگذره. اگه یه نفر بیاد بگی که من نصف شب حس میکنم یه نفر تو اتاق راه میره، میبرنش دکتر، بعد دکتر میگه بیمار روانیه. اما اگر یه نفر بیاد به عده‌ای بگه و اون عده باور کنن که تو طبقه هشتم آسمون یه عرش یه الله روش نشسته، ملائکه ها اونجا لشکرش وایسادن، همه اینا باور میکنن، کسی نمیگه اینا بیمار روانی هن. میگن اینا دین دارن، مذهب دارن. هیچ وقت به این فکر افتادی؟ من اینجا یادداشت کنم راجع به اعتقاد، امروز یه مقداری میخوام صحبت کنم با هاتون، نزدیک بود یادم بره. این دزدان مطابق قوانین الهی که الله گذاشته حق دارن که هر بلای دلشون میخواد سر مردم ایران بیارن. چرا؟ چون نماینده الله هن. الله گفته که آدمایی که انقدر موشون بیرونه بزنینشون. اینا که بدون اجازه الله کار نمیکنن که. الله گفته مال مردم رو بدزدین، اینا که بدون اجازه الله کار نمیکنن که. الله گفته که هر کسی میخواد مال مردم رو بدزده یا باید ریش بذاره یا عمامه سرش بذاره. اون وقت میشه نمایندهی که من بهش اجازه دزدی دادم. الله کار رو آسون کرده برای اینا. اینا اومدن رفتن سه تا طویله درست کردن، ریش در ریش، امامه در امامه، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شوروا، سه قوه درست کردن، همه دوز طویله، اونا طویله اندر طویله، فقط کارشون دوزدیه. سردار سپاه میشه برای دوزدی میشه، آیت الله العظما میشه برای دوزدی میشه، میره طلبه بشه برای دزدی میشه. فقط و فقط کار دزدیه، چون در صدر اسلام گفتند برید غارت کنید. اینا میگه ما احتیاج نداره غارت کنیم، ما میزنیم تو سر ملت، ملت هم که تو سر خور خوبیه، امام حسین هم میاد بهشون
اجرشونو میده، ما مالشونو میخوریم. یه مش سگ و سگ کلم دارن، از سگهای حسابی معذرت بخوام، میبندن این بر اون بر پارس کنه. ببخشید این لغت پارس رو نگیم هیچ وقت، عادت کردیم. اینم عربا تو دهن ما گذاشتن، سگ باغ باغ میکنه، پارس نمیکنه. عذر میخوام. با زور الله تو آسمونی که همه قبولش دارن، اونجا تو آسمون تو عرش نشسته، مال من و تو رو میدزدن. با زور الله زیر زمینی سوارمون میشن، دهنه به همون میزنن. میگه من نماینده اون اللهیم که تای چاهه، بده من بیاد. ما میدوزیم، میریم سم امام رو میدیم. ما تجاوز میکنیم، میریم سم امام رو میدیم که امام بره دلدلی کنه، بشه الله ما رو ببره حوری خونه. خب آخوند میبینه که باورمند زیاد داره، چیکار میکنه؟ صبح به صبح میره تایچا، قضاشو میخوره اونجا، میاد بیرون میگه پیش امام زمون بودم، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک آقای خیلی ناراحت بود، گفتش که در یکی از کانتی های ویرجینیا یک کاغذی دادن دست بچه ها که این عید نوروز بهایی هاست، و ایشون ناراحت بود چرا بهایی ها رفتن گفتن مال ماست، مال ایرونی ها نیست. حالا بس بگن هرچی دلشون بخواد بگن، شاید خود بهایی دیگه راضی نباشن اون اینو گفته، ولی اون رفته. آقای ارحام صدر میگفتش باید دم منو ببینی، دیدن اینجا مملکت کپیتالیستیه، دونیشن بده اون یارو فاطمه خانم حقیقت خور رو بذار توی هاروارد کار کن. چی فکر میکنی؟ اوباما رو بیا رئیس جمهورش کن، بعد بیاد بگه که حالا جورج بوش میگفتش ملت ایران با دولت ایران سوان، این ملت ایران دولت ایران گارگاتیه. تبریک عیدم گفته بهتون، اون آقای جو بایدن معاونش روابط خوبی با ایرانیا داره، میخوان برن مصالحه کنن، صحبت کنن، گروه پدر ملت ایران. ملت ایران نشسته، یه امام زمونی از یه جا بیاد و نجاتش بده، این بره مفتی بخوره. خب تو وقتی ملت ایران اینجوری نشسته چه فرق میکنه او خره و سگه؟ بوش نباشه، اوباما باشه، جو بایدن باشه، اصلا فرقی نمیکنه. اینا منتخب مردم امریکان، دستوراتشون از جای دیگه میاد، کار برای کسای دیگه میکنن. ملت ایران مرد که مرد، نون نداشت بخوره نداشت بخوره. سیدعلی شیرهای زنده باشه، آقای اوباما میره دستش هم ماچ میکنه، پول توش در بیاد همه کار میکنه. حالا جورج بوش یه 8 سال معطلمون کرد، گفت من در کنار ملت ایرانم، این دیگه تیله میلرم برداشت، اونم کاری واسمون نکرد، اینم نمیکنه. اون کسایی که توقع دارن یه دولت خارجی، یه تلویزیون خارجی، یه روزنامه خارجی بیاد براشون کار کنه، اونا خوشخیالن. اونایی که نشستن بی بی سی نجاتشون بده، وایس آف امریکا نجاتشون بده، صدای اسرائیل نجاتشون بده، یا تلویزیون توی لس آنجلس نجاتشون بده، اونا میخوان بشینن خونه بقیهش جمع کنن. آقا ما حوصله جنگ نداریم که، بذار حالا یکی دیگه میاد میبره، بذار همینا ببرن.
یارو بر من ایمیل زده بود آقا فاضلی چهارشنبه سوری خلاص نشد ایران، گذاشتن تو بشقاب واسهتون، بیا ورد برو. چه خوش خیالیم ما. دوستان عزیز، من به شما دو تا بدهی دارم. یکی شاد باش های نوروزی که واقعا از حد و اندازه به در شد و هنوز نه ایمیل ها رو میتونم بخونم، اینجوری چارشاخ آچمز موندم و به خاطر اینی که مجبورم هر روز به دکتر مراجعه بکنم و گرفتاری دارم و رفت و آمد دارم اینا، حتی تلفن هایی که من باید به شما ها میکردم حدود 10 روز عقب افتاده. از همه تون عذر میخوام، پوزش میخوام، ولی شده دیگه، کارش نمیشه کرد. امیدواریم تو این هفته، هفته پیشم همینو گفتم، ببینید من دارم می جنگم که کارم رو بتونم انجام بدم. هیچ چیز دیگه. دیگه روز پنجشنبه‌ام بود، خانم عسل از من پرسید، گفت چه آرزویی داری؟ گفتم هیچ، واقعا آرزویی ندارم. این کاری که دارم انجام میدم دلم میخواد این موندگار بشه. شد شد، نشد نشد. این دیگه من کار خودم رو کردم، بقیهش مال آیندگانه که چی کار بکنن. ولی تا اونجایی که نفسم میاد، همون جوری که همیشه بهتون گفتم، من اینجا هستم و هر روز حرفم رو میزنم، به خصوص که شهرام همایون با کاری که کرد به من انرژی داد. این هاتبرد گرفتن کار آسونی نبود. اینجا هاتبرد به شما میدن، پولشون رو میدن، ولی تعهداتی ازت میگیرن که حسن باشه حسین نباشه، اینو بگو اینو نگو، این کارو بکن اون کارو نکن، این آقا بیاد اونجا حرف بزنه این آقا حرف نزنه. شهرام همایون این کارو نکرد، انقدر جنگید تا هاتبرد رو گرفت. فرکانسش هم مثل این که 27500 11566 هم چیزیه، من حفظی دارم میگم، نمیدونم. خیلی سخت بود گرفتن این هاتبرد 24 ساعته بدون دادن تعهدی، چون اونای دیگر رو بهشون گفتن شما حق نداری بگی حسن بیاد تو خیابون یا حسین بیاد تو خیابون. میدونی اینو؟ اگر قرار بشه تلویزیونی حرف بزنه و بعضی حرفاشو نزنه، گرفتاری پیدا میکنه، یا اینکه برای همون کار اومده باشه. ولی شهرام همایون به من دلگرمی داد که بالاخره این کار رو کرد. کار آسونی نبود، خیلی آسون از روش نگذرید، خیلی سخت بود. شماها از بیرون نمیدونید ماجرا چیه. من چون در قلب کار هستم میدونم که کار بسیار بسیار سختی بود این کاری که آقای همایون کرد. و شادباشی دارم علاوه بر شادباش‌های نوروزی برای تمام کسانی که به نوعی در کانال یک زحمت می‌کشند و کار می‌کنند، به خصوص برای آقای همایون و خانمشون. خیلی 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 کار سختی بود، باور کنید کار سختی بود. و خوشبختانه انجام شد، انجام شد بدون تعهد. حال فردا خیلی از من گله میکنن چرا آقا گفتی ما تعهد دادیم. من مرض دارم، راستشو میگم.
دوستان عزیز که کتاب از من میخرن، هر کدوم دو کتاب بخرید از این پرچم یه دونه براتون میذارم. احتیاجم نداره تکرار بکنید. به محض که دو کتاب یا بالاتر سفارش بدید این پرچم رو براتون میذارم. و دوباره سپاسگزارم از تمام کسایی که شادباش نوروزی به من گفتن. بریم سر این مسئله اعتقاد. خیلی از ایرانی ها و به خصوص اونایی که خیلی معتقد هستن به قول خودشون، به اعتقادات این توهین نکن، اینا معنی اعتقاد رو نمیفهمند، شعور فهمیدن اعتقاد رو ندارن. من لغت رو اینجوری باید بگم چون اینو ثابت میکنم. اگر کسی میخواد مردم به اعتقاداتش احترام بذارن، اول او باید به اعتقادات مردم احترام بذاره. آقای بچه 15 ساله یا مرد 80 ساله شیعه، تو به کدوم یکی از مذاهب دنیا اعتقاد که اونا مردم اعتقاد دارن احترام میذاری؟ تو انقدر شعور نداری که میگی یهودی نجسه، مسیحی نجسه، بهایی نجسه، زرتشتی نجسه و تو با یه من کبره پاکی؟ چرا به اعتقادات من احترام نذاشتی؟ نگفتی من با این کبره ها پاکم؟ اگر فکر میکنی کسی باید به اعتقادات تو احترام بذاره، اول به اعتقادات مردم احترام بذار. من دلم نمیخواد مسلمون باشم، به تو چه؟ من باید سرتو ببرم، اعتقاد دارم، اعتقاد دارم، باید سرتو ببرم. تو مردشور خودتو اعتقادتو باره. برو اول اعتقاد رو پیدا کن ببین چیه. وقتی که تازیان حمله کردند به ایران، ایرانی ها اعتقاد داشتند به اون چیزی که باور داشتند، چون هر دینی میاد یه دین دیگر میخواد ورداره، خودش بشینه جانشینش، پول جمع کنه. دین یعنی پول جمع کردن، یعنی دکونی که تو چیزی نمیفروشی پولا مردم رو میگیری، این میشه دین. صفحه 77 کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اینو میخونم برای معتقدین. اشغال نظامی ایران توسط تازیان به معنای فتح روحی ایرانیان و به منزله پایان مقاومت‌ها و مخالفت‌های آنان علیه دین و دولت اسلامی نبود، بلکه در طول سالهای سلطه اعراب ایرانیان همچنان علیه حاکمیت تازیان و اسلام مبارزه می کردند. برای اینکه اعتقاد داشتن، اینا آمده بودن اعتقاداتشون رو بین ببرن. پس از فتح استخر در سرزمین پارس در سال 28 هجری، محمد ابن عبدالله در سال 12 هجری از دنیا رفت. ببخشید 10 هجری. و 18 سال بعدش که عمر و عثمان و ابوبکر و علی و اینا همه حمله کرده بودن به ایران، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب شهر را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند تا برای بار دوم استخر را محاصره و تصرف کنند. میدونی چرا؟ مردم میگفتند ما به شما اعتقاد نداریم، میگفتند غلط میکنیم، ما تو اعتقادتون فلان میکنیم. این مردم که تو بازماندشونی میخوای من به اعتقادات تو احترام بذارم.
مقاومت و پایداری مردم شهر آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عاص سخت هراسان شد و خشمگینانه به طوری که سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند. چرا؟ اونها میخواستن اعتقادات خودشونو داشته باشن. پس به استخر آمد و آنجا را به جنگ بستد و خون همگان مباح گردانید و چندان که کشتند خون نمی رفت. گفته بوده انقدر من آدم میکشم که تو جوبا خون را بیفته. تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشتگان که نام بردار بودند، کسایی که شناسایی شدند، 40,000 کشته بیرون از مجهولان. کسی که گفته آقا جون من اعتقاد به خودم دارم به تو ندارم، اسلامی که تو بهش اعتقاد داری این بلاها رو سرش آورده و اینها پدران ما بودند. اگه تو بچه عربی من نمیدونم، ولی من به اعتقادات تو احترامی نمیذارم تا وقتی که تو به همه ادیان احترام بذاری، اعتقادات همه رو رعایت کنی. اگر گفتی یهودی نجسه، من میزنم تو دهنت، میگم خودت نجسی. پس از فتح ری نیز مردم آنجا بارها علیه والیان عرب شورش کردند، به طوری که عمر و عثمان مجبور شدند به ری لشکرکشی کرده و شورش مردم را سرکوب نمایند. مردم آذربایجان نیز در زمان عمر شورش کردند و با سپاهیان عرب به سختی جنگیدند. در زمان عثمان نیز شورش‌های متعددی در آذربایجان روی داد. ولید ابن عقبه به جنگ ایشان رفت و غنیمت و اسیران فراوان به دست آورد. آی بچه عرب، اینها با پدر و مادرها تو این اعمال رو کردند. حالا اگه تو بچه عربی من نمیدونم. مردم خراسان نیز بارها طغیان کردند و ردت آوردند، یعنی گفتن این اسلامتون توفه خودتون، ما میخوایم بریم زرتشتیگری خودمونه داشته باشیم. به طوری که عثمان فرمان داد آنان را سرکوب کنند. مردم فارس به سال 28 هجری بار دیگر شورش کردند. عبیدالله ابن معمر حاکم عرب را کشتند. مردم دارابگرد نیز طغیان کردند. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان حدود 250 سال در برابر سپاهیان اسلام پایداری کردند. در زمان عثمان برای فتح طبرستان تلاش بسیار گردید و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی ابن ابی طالب شاه مردان و شوهر بیوه زنان نیز با سعید ابن عاص همراه بودند، اما اعراب هیچگاه نتوانستند حاکمیت خود را بر نواحی گیلان و طبرستان برقرار نمایند، به طوری که اعراب این نواحی را سقر می‌خواندند و سقر در نزد مسلمانان عرب مرزی بود که شهرهای آنان را از ولایات اهل کفر، هر کسی نمی گفت لا اله الله توی طبقه هشتمه سرشو باید می زنن، کافر بود. الله طبقه هشتم گفته بود گردنشو بزنین، 20% بفرستین واسه من دست محمد یا عمر یا عثمان یا علی، 80% هم بخورین. اسیرار هم بگیرین، به زن بچه مردم هم تجاوز کنین. همینه بچه عرب زیاد شده امروز میگه به اعتقادات من توهین نکن. شعور فهمیدن اعتقاداتو نداره.
اگر کسی میخواد به اعتقاداتش توهین نشه، اول به اعتقادات مردم دیگه احترام باید بذاره. در ضرب المثل های عرب نیز از مردم گیل مال گیلان و دیلم به عنوان دشمنان اسلام یاد شده. همین دشمنانی که الان علی شیره‌ای هم میگه دشمن اومده، دشمنی کاری کرده، دشمن رفته اونجا، دشمن اومده پایین. مردم گرگان در زمان عثمان بار دیگر شورش کردند و از دادن خراج و جزیه خودداری کردند. در زمان سلیمان ابن عبدالملک اموی نیز مردم گرگان شورش کردند، عامل خلیفه را کشتند و چنان که گفته ایم یزید ابن محلب سردار عرب در سال 98 هجری با لشکری فراوان به سوی گرگان شتافت. به قول مورخین 40,000 تن از مردم گرگان را به قتل رساند. مقاومت گرگانیان چنین بود که سردار عرب سوگند خورد تا خون با خون گرگانیان آسیاب بگرداند. الله خون میخواسته. شروع این دین با خون بوده. من به اعتقادات تو احترام بذارم آقای خونریز، خانم خونریز. پس به گرگان آمد، 40,000 تن از مردم گرگان را گردن زد و چون خون روان نمی شد برای آنکه سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دهند، آب در جوی نهادند و خون با آن با آسیاب بردند و گندم آرد کردند و یزید ابن محلب از آن نان بخورد تا سوگند خیش وفا کرد. اعتقاد داشته به سوگندش. 40,000 نفر کشته اینقدر نون زهر مار کنه. اعتقاد داشته. پس 6,000 کودک و زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را به بردگی فروختند. به خاطر اعتقادش. من به چه چیز تو اعتقاده، به کدوم اعتقادت احترام بذارم؟ چه اعتقادی داری؟ این عربایی که اومدن همه پدران و مادران ما رو کشتن، حالا من بهش احترام بذارم؟ یکی رفته با یکی دیگه دعوا کرده، اون میخواست خلیفه بشه، اون گفته خلیفه نشو، اون یکی اومده شمر دایی حضرت عباس بوده. عربای حرف حالیشون نبوده. واسه من و تو امام حسین، عربا امام حسین ندارن. ما ایم که واسه همون قصه درست کردن، کلکمون کنن، پول درارن، پول بده به حضرت عباس، میگم دم در بهشت واسه ببرت تو بهشت. بهتون یه دفعه گفتم، این کسی که کتاب من کورایترم بود، از این مذهبی های خیلی مذهبیه، اون پیرو عیساست، یعنی عیسا برای اون خداست. هیچ کسی فکر نمیکنه خدا یعنی چی، خدا جسم روح چیکار میکنه. خدا وقتی بهش گفتن که این دنیا رو بساز، با دستش ساخت، بیل زد، بولدوزر داشت، کسی فکر نمیکنه. چون دست جمعی فکر نمیکنن اسمش میشه دین. میدونید من چی گفت؟ موقعی بود که همه دکترها گفته بودن میمیری، گفت خوشحال باش، به محض اینکه بمیری عیسی میاد پیشوازت. چیش بگم؟ اعتقاد داره. اعتقاد من با این مرده، هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، کن سبزه ز خاک لال رویی رسته است. این خیلی وصف الحال منه. یاران موافق همه از دست شدند، در پای عجل یکان یکان مست شدند یا پست شدند. اصلش اینه،
در پای عجل یکان یکان پست شدند. خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. داریم این حرفا رو، دنبالش نمیریم، گوش نمیدیم، دلی دلی میکنیم. شعرشو میخونیم، معنیشو نمیفهمیم. شجریان برامون میخونه، معنیشو نمیفهمیم. کلمون اینجوری میکنیم، ما لاهوتی نیستیم، ما ناسوتی هستیم. شعر رو بر میگیم، خودمون با خودمون شعر رو بر میگیم. مگذار که غصه در کنارت گیرد، بندوه محال روزگارت گیرد. مگذار کتاب و لب آب و لب کشت، زان پیش که خاک در حسارت گیرد. خیلی جالبه. آنها که ز پیش رفتند ای ساقی، آنها که ز پیش رفتند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی، رو باده خورو حقیقت از من بشنو. رو باده خور و حقیقت از من بشنو. باد است هر آنچه گفتند ای ساقی. حالا تو میخوای بری سرت بزیر زمین تحت هوا کنی، برو بکن، ولی باد است هر آنچه گفتند ای ساقی. میخور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس مگو تو این راز نهفت، هر قنچه که پژمرد نخواهد بشکفت. باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. قومی متفکرند در مذهب و دین. میگه آبا از این چه بریزم؟ اول اینو بریزم این تو، اینو بریزم این تو، دوباره اینجوری کنم، دوباره بریزم اینجا، دوباره یه رقص عربی بکنم، مغزمو اینجوری بکشم، پامو اینجوری بکنم، من شیعم دستمو میذارم اینجا، اون آقا سنیه دستشو میذاره اینجا. بشین یه خود فکر کن، بشین یه خود فکر کن. آخه اون الله بدبختی که نشسته تو ببینی دستو اینجا میذاری یا اینجا، این الله بیچاره است. دکون برای تو با کردن، جیب تو بزنن، مغز تو به کار بنداز. این الله اومده به تو گفته وقتی که خورشید طلوع کرد تو دیگه نباید چیزی بخوری، تا وقتی که غروب کرد 30 روز رمضون هم باید این کار رو بکنی. جنابالی تشبه ببرید قطب شمالی، شمال سوئد. 6 ماه چیزی نخور ببینم چجوری زندگی میکنی. نگفت از چه ساعتی تا چه ساعتی، گفت از طلوع خورشید تا غروب خورشید. عقل این الله نمی رسید که اگر یه مسلمون پاشه بره به قطب، اونجا 6 ماه باید گرسنگی بکشه. یا اگه ماه رمضون بیفته توی اون 6 ماه شب، همش باید بخوره چون همش شبه. چون شعور اون الله بیشتر از حدود وحشیان تازی نبود در 1400 سال پیش، شعورش همون اندازه بود. اگه به اون الله میگفتی کانگورو، میگفت کدوم کانگورو؟ میگفتی ای بابا، تو گفتی هرچی رو آسمون رو زمین هر جا هست من در عرض 6 روز آفریدم، خستم نشدم، نگاه کن وضعم هم خوبه. نمیدونی کانگورو چیه؟ کانگورو چیه؟ بالان چیه؟ بالان میدونی چیه؟ بزرگترین حیوان دریاییه.
حالا تو هرچی دلت میخواد، یهوه درست گفته، الله درست گفته، پدر آسمانی درست گفته، خواهر زمینی درست گفته، عموی وسط زمینات، هرچی دلت میخواد. انقدر خدا تو دنیا هستش، چه خدای دیده چه خدای ندیده، چه خدای بود چه خدایی که تو مغز دست خدا میسازی. دیوونم نیستی، دینه. اگه یه دونه تنها باشی او وقت مثل من دیوونه میشی، باید ببرن دارالمجانی. قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادی در آید ز کمین که بی خبران، راه نه آن است و نه این. به تو میگه شراب حرامه، همون آخوندی که به تو میگه شراب حرامه خودش شراب میخوره، همون آخوند میگه تو برو آدم بکش، تو دزدی کن، تو این کارا رو بکن، پول منو بده. میری توی حوری خونه، توی بهشت، اونجا به عوض نمیدونم مثلا پری بلنده یا هامبارسوم یا نمیدونم هر کسی، پیر مغان یا هر کسی شماها میگین، به جای اون علی ابن ابی طالب با این قیافه، ساقی کوثر تو چی جرأت میکنی شراب بخوری؟ علی ابن ابی طالب شوهر بیوه زنان، ساقی کوثره. حالا بیوه زنه اگه اینو ببینه میگه من شوهر نمیخوام دیگه. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن نگر که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. و آنان که محیط فضل و آداب شدند، که خیلی دانشمند شدند، در جمع علوم شمع اصحاب شدند. یعنی دوستانشون وقتی میمدن این به خاطر علمش وسط اینا مثل شمع روشن میدرخشید. ره زین شب تاریک نبردند به صبح، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. و آخرینش که امشب براتون میخونم، امشب ایران، چون خوشبختانه برنامه ها طوری شده ساعت 12 شب که من اینجا بازپخش دارم، 8 صبح لندن، 9 صبح اروپاست و 10 صبح ترکیه است و حدود 11:30 ایرانه، چون در ایران روز اول سال اون ساعت ها رو جلو کشیدن و دوباره همون اختلافمون با ایران شد 11:30. این قافله عمر عجب می گذرد. با آهنگی خیلی خوبی شجریان خونده این قافله عمر، که همه تون شنیدی. این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ فردا نیمده. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیشار پیاده را که شب می گذرد. با دوستانی مثل شما
من هر روز این برنامه ها رو میگم، امید که در هر روزی یه نفر، دو نفر، ده نفر، پنجاه نفر توجه بهش بکنن، نمیگم حتما قبولش بکنن، توجه بکنن، فکر بکنند. من اگر چیزی به شما میگم، نمیگم اگر حرف من رو قبول نکردید من گردن شما رو میزنم. من نمیگم اگر حرف من قبول نکردید میبرن به الله میگم ببره سیخ توی ما تحتتون بکنه. من میگم اگر حرف من قبول نکردید لابد حرف غیر قابل قبولی بوده. هیچ دینی نیست که با زبون خوش اومده باشه به شما بگه که بیا به دین من. تنها دینی که مردم خودشون دنبالشون رفتن و همه جا گیر شد یکی دین مهری بود و یکی دین مانوی، خیلی هم شبیه به هم دیگه. بقیه دین ها بدون استثناء اومدن اون دینه رو سر به نیستش کنن، یه دین جدید بذارن. چرا؟ اون دینه دست یه عده دیگه بود، پول میگرفتن، اینا اومدن گفتن اونو بذار کنار، پولا رو بدیم به ما. نزاع محمد ابن عبدالله با پسر عموهاش سر درآمد خانه کعبه بود. 360 قبیله اونجا بت داشتن. شما فکر کن امروز بت پرستی، این مداد رو میپرستی، این مداد رو میای میذاری تو خونه من، میگه آقا این مداد رو مواظبش باش، سال دیگه من میام به این مداد دست بزنم، اینقدرم به تو میدم بابت نگهداری این. خب این کار کنارش، خیلی مثلا شماها الان وقتی مشهد میرین، مسئله این نیست که ار را برید و برید دور حرم به چرخ خیداتون رو بکشین برین، بازار زرگراش هم کار میکنه، غذا فروشیش هم کار میکنه. اون روزا چاروادارا، امروزها اتومبیل هایی که شما رو میبرن و میارن کار میکنن، از هر چیزی استفاده میکنین. اونجا شما وقتی را میفتی بری مشهد، من نمیدونم الان پولا توی ایران چه است، مثلا 100,000 تومان میذاری جیبت یا 1,000,000 تومان میذاری جیبت، میری مشهد، وقتی برمیگردی این پول خرج شده، این پول اونجا مونده، این مغازه است، این دکونه، این کاسبیه. میری یه چلو کباب میخوری پولشو میدی، میری یه طلا میخری پولشو میدی، ولی تو مشهد که میری پول میندازی اون تو چی میخری؟ شخص فکر کردی چی میخری؟ معجزه میخری. و معجزه هیچ وقت نمیشه، باز دوباره میری پول میندازی. یاد داده بودن اگه میخوان بچه هاتون سالم بمونه، بچه ها رو 9 سال نگه دارین یا 7 سال نگه دارین، بعد بیان زیر نودون طلا، چون الله طلاییه. سر بچه رو اصلاح کنید، هم وزنش طلا بدیم به امام رضا. امام رضا طلا میخواد چه کنه؟ این پولایی که اونجا میریزین میرن قبار روبی میکنن، چقدر چی میدن امام رضا؟ آخه فکر کردن اینا خیلی ساده است، نمیخوانم فکر نکنید. میری پول میدی به امام حسین، اصلا نعش حسین اونجا نیست، ولی خب تو میری میگی من دنبال عقیدم میرم، عقیدم، من اعتقاد دارم. کشور عقب میمونه، خودت عقب میمونی، بچه عقب میمونه. برای خوراک روزمرت به عیسوی های نجس
احتیاج داری. لندن بودم، اول این شورش بود، یا آقای اومده بود تو سر کله خودش میزد، از آرژانتین مقداری مرغ آورده بود که لندن اون مانیفستش عوض کنه بفرسته ایران، زیاد تا 15,000 تون مرغ آورده بود، یک کشتی بود. و بعد اونجا فهمیده بود که اگه این بخواد بیاد به ایران، رسید ذبح اسلامی ازش میخوان. من دوید پیشون گفتم من آخوندم بتونم نمیم رسید براتون میرسم. بالاخره میره یه آخوندی رو پیدا میکنه، سفارت معرفی میکنه آخونده رو، آخونده میاد برای همه اینا به قول اونا سرتیفیکیت گواهی می نویسه که اینا همه ذبح اسلامیه. تونی 10 پوند گرفته بود، نصف خودش خورد، نصف اون دزدی که اومده بود اونجا به عنوان کاردار، دزد ریشویی که اومده بود به عنوان کاردار. اینا به محض این که یارون نوشت ذبح اسلامی شد، اومد ایران، شما هم خوردین، تموم شد، رفت. اعتقاد داری؟ اعتقادت بله. زندگی خودتونه. من جوش بی خودی میزنم. از من گذشته، از تو هم گذشته. یه فکری به حال بچه های فردا بکن. نمیگم بگو همشون اعتقاداتشون رو کنار بزنن، بگو هر چیزی رو میخوان باور کنند روش فکر کنن. هزاران بار بهتون گفتم یه جفت کفش میخوای بخری 10 تا دکون میری، یه پیرهن میخوای بخری 10 تا دکون میری، یه دین میخوای واسه خودت بخری. با بابام سرش میذاشته زمین، تش هوا میکرده، منم سرم میذارم زمین، تم هوا میکنم. بابام گفته حسین حسین، منم میگم حسین حسین. بابام قمه زده، منم قمه میزنم. با بزرگم هم همین بود. خب پس مثل همونا زندگی کن. دنیا عوض شده. من نمیگم فردا همه دین ها از بین میره، ولی کامپیوتر دشمن دینه. میدونی چرا؟ برای اینکه کامپیوتر دانش رو میاره تو خونت، اگرم نخوای بگیری امالت میکنه، مجبورت میکنه یاد بگیری. و دین چراغه، این علم چراغه، دین تاریکیه، دین شبه، علم روزه. راهت رو روشن میکنه، بهت میگه از این راه اگر بری، راه نشونت میده، بهت نمیگه کجا برو، بیدارت میکنه. حتی اگر خودتو به خواب زده باشی بیدارت میکنه. 10 سال دیگه بکشه نمیدونم، 50 سال دیگه بکشه نمیدونم، ولی این محکومه. الان همه دنیا توی رسشن و بعد دیپرشنه. به من نگید که نفوس بد میزنی. شماها هر کدومتون میخواید برید مطالعه بکنید، ببینید هر وقت دنیا توی رسشن یا دیپرشن رفت، جنگ را میندازه. که یعنی دولت ها کاری میکنن که از بیپولی در بیان. امروز روز تو اروپا کسی نمیتونه جنگ را بندازه، برای اینکه اونا نشستن مغزشونو به کار انداختن، دیدن توی جنگ چیزی گیرشون نمیاد، توی صلح گیرشون میاد، رفتن با هم دیگه شریک شدن، گفتن میریم سوار کسی دیگه میشیم. دو منطقه در دنیا هست خیلی راحت میشه جنگ را انداخت. اگر
جهانبینی و دانش هندی ها نبود، تا حالا هزار بار بین پاکستان و هند جنگ شده بود. چون تنها چیزی که جنگ رو شروع میکنه اعتقادات مذهبیه. تو شیعه هستی اون بهایی بکشش، تو سنی هستی اون نمیدونم دروزی بکشش، تو مسیحی هستی اون مسلمون همدیگر بکشین. و این در خاورمیانه است. اگر جنگی راه بیفته یا آمریکای جنوبی یا خاورمیانه، اولش خاورمیانه است و بعد اگه بتونن سوار امریکا جنوبی ها بشن. ولی اینها جنگ، یادتونه راجب دبی چند وقت پیش میگفتم نواراش هستش، میگفتم احتیاط کنید. خیلی ها از دبی دوستان خودم به من میگفتن نه آقا اینجا خبری نیست. بهشون میگفتم عزیزم من، جان من، من تجربه‌مو دارم به شما میگم. اتفاقاتی که وقتی آب بیاد خونه خراب میشه، شما از این نمیتونی بیای بیرون. امروز فکر کنید اگر تعصبات دینی رو در شما ببرن بالا، اولین جایی که جنگ رو میندازن ایرانه. شیعه و سنی باید با هم بجنگن، همونجوری که در عراق دارن همدیگر رو میکشن. قرص دموکراسی که جورج بوش برد اونجا کار نکرد، سه چهار تا برای شماها میارن. علت این که همش میگم کمک کنید این برنامه سر پا باشه، حداقل دو تا راهنمایی میتونه بکنه. دوستان کتاب بخرید، آخر برج، از حدود 15 16 همه چی تخته شده، یعنی نیمه دوم عجیب باید بدم. حالا اگر کاری کردید کردید، اگر نکردید نمیتونم. یه چیزی دیگه از من دوستان پرسیده بودن که آقا ما بریم هی این آگهی ها رو روزی 7 دفعه بزنیم. نه قربونت برم، این کار قانونی نیست، این کار غیر قانونیه. روزی یه دفعه برید روی برنامه رو میخوای ببینی، کار سعی کنیم قانون رو یاد بگیریم. برنامه رو که میخوای ببینی روی rezafazili.net برو یه نگاهی هم به اون آگهی بکن. هم کار قانونی کردی، هم ما پول حلال خوردیم. من نمیدونم، من اعتقاد دارم به این چیزا. من کار غیر قانونی دوست ندارم بکنم. شما هم سعی کنید در هر موردی سعی کنید خرد رو دخالت بدید، مراجعه کنید به خرد، سوال کنید، به نفعتونه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.